کمتر از یک روز مونده که کاتاکالیز کلاسیک بیاد تقریبا 24 ساعت مونده حتما ادامه این ویدیو رو با من همراه باشید میخوام توی این ویدیو بهتون بگم که برنامه روزهای اول خودم چیه و خودم چجوری واسه این کاتا آماده شدم و سری اخبار خیلی مهمی که در مورد کاتا آماده رو بریم با هم بررسی کنیم Let's گو اسپانسر این ویدیو هم تیم وو آنلاین بچا یه سری گیووی گذاشته با وانلاین واسه کسایی که وارویتین رو پیش خرید میکنن که متش اینجا داریم با هم دیگه می‌بینیم بهتون پیشنهاد میکنم یه سر به دیسکوردشون بزنید و یه سر به این گیوه وی هایی که گذاشتن بزنید و استفاده کنید دیگه چی بهتر از این وارویتین مجانی خب یه سوالی که الان مطمئنم خیلیاتون می‌پرسید اینه که داداش تاریخ انتشار کلاسیک دقیقاً که چه ساعت دقیقاً عرضه میشه ها تو خود برنامه بتل همونطور که میبینید ساعت شمار گذاشته الان که دارم این ویدیو ریکورد میکنم ساعت 8.30 و نیم شبه و 28 ساعت دیگه کاتاکالیزم کلاسیک قرار ارزش یعنی 24 ساعت بعد که میشه ساعت 8 شب فردا یه 4 ساعت هم بذاریم روش میشه 10 11 12 حدودا ساعت 12.30 یک نصف شب فردا که میشه گفت دوشنبه دیگه یه جوری میبینیم تو سه شنبه دیگه کلاسیک ارزه میشه من هم سعی میکنم لایو سریم و همون, همون موقع بزنم حالا شاید یک ساعت زودتر از ساعت 11 12 شروع کنیم که هم به قرعه برسیم هم به بازی حالا شاید به خود بازی نرسیم چون که امکان داره سرورها اینقدر شلوغ باشه که صف بیفته و لگ باشه و اذیت بشیم ولی به هر حال سعی می‌کنیم فردا حالا یک لایو استریم بذاریم و حداقل قرعه کشی که رو بتون داده بودیم و برگزار کنیم پس حتما فردا به لایو استریم من سر بزنید لینک کانال دوم که روش لایو استریم می‌ذارم تو دیسکریپشن هست و خیلی راحت برنامه بتل نتتون رو باز کنید و از این قسمت نیوزش که این سمت راست براتون می‌زنه ببینید که دقیقاً چند ساعت مونده که کاتاکالیس کلاسیک بیاد چون شاید شما این ویدیو رو 8 ساعت 10 ساعت دیگه ببینی اون موقع خود قشنگ میتونی متوجه شی که دقیقا تو کاتا چند ساعت مونده حالا وش ساعت یک شب اینطورا میشه که اوکی ما اون موقع بیدار هستیم 100 درصد هر کی ویدیو رو لایک کنه بهش گلد مجانی میدیم من ناموسا لایک کردم بیاد اینم گلد خوب خب برعکس اول از همه میریم ببینیم که من خودم چه جوری برام واسه کاتا آماده میشم یعنی کام آماده شدم و برنامه خودم چیه بچا من دو تا هیرو دارم که یک هیرو کاملا آماده اون هیروی که آماده است همین هیروی که دارید میبینید یک درویده که من رفتم آیتم های گلادیاتوری که خیلی مفتومن توی بالا وندور واسه همون میفروخت و گرفتم و هیرومو فول دیویس و هفته گلادیاتور کردم که در مورد که چجوری این آیتم ها رو میشه خیلی راحت گرفت قبلا این ویدیو گذاشتم خیلی حیفه که این آیتم ها رو نگرید آیتم خیلی خفنیه من خیلی راحت میتونم از 80 تا 85 با این آیتم که دارم لیول اپ کنم بغیر از اون دوستان گرامیه من من شغل هیروم که ماین ما باشه جفتش 450 آماده است و همینطور این بچه من خلو یک مقدار گلدم توی بگم دارم همونطور که دارید میبینید هزار گلد تو بگم دارم حالا واسه خرج های ناگهانی که امکان داره اتفاق بیافته توی بازی دیگه این گلدم ما اینجا داریم هیروی هیرویی که من روز سرمایه گذاری کردم این دروید قرار رو روزهای اول برم باش فاهر کنم بچه حالا دو حالت داره یا اول میچسبم لولش رو میکنم 85 بعد میرم سراغ هربومان Yo! همون لول 81 82 که شدم کلا لول رو بی خیال میشم میرم سراغ هربومان چون که بچا قیمت هربومان روزهای اول خیلی زیاده و امکان داره که هربومان کردن ارزشش از لول اپ کردن بیشتر باشه بس دیگه داره که ببینیم چه اتفاقی میفته احتمال خیلی زیاد همین کارو میکنم یعنی حتی هیرومو 85 هم نمیکنم همون 81 82 میرم میشستم لول اپ و کلی پول به دست میارم چون اون تایمی که بقیه دارن لول اپ میکنن شما میتونی فارم کنی و کلی پول به دست بیاری این یک نکته خیلی مهمه البته شاید شاید بهتر باشه که اول 85 کنیم بعد بریم سراغ هربومون این اینو تا نیاد و ها رو چک نکنم نتام دقیقا بهش جواب بدم ولی به هر حال برنامه اصلی من اول از همه این درویده بعد دروید بچا من هیروی دیگه هم دارم که یک میج این میج بچا هم تا که میج لولش 73 خب یعنی هنوز من نرسیدم این میج رو 80 کنم اینا چی اینجا کشتن یا آقا یه میجرم که لولش 73 اینو قراره که 80ش کنم دو تا شغل داره شغل آلکیمیو اینو یعنی جول کرافینگ داره جول کرافینگش رو قرار بده بدم بره و تیلورینگ باش بگیرم آلچمی قراره آلکیمیش رو بیارم بالا یعنی لولش رو 80 کنم آلکیمیش رو بیارم بالا بعد اینکه حالا درویدمو لول اپ کردم واسه این که هم یه سری کولدان داره آلکیمی که خیلی سود داره تو ویدیو قبلی گفتم همین که مثل اینکه اون مونت ویال اف د سند اون دراگونی که دو نفره میشه سواری شد و با آلکیمی توی کاتاکالیز کلاسیک مثل اینکه میشه س و اگه واقعا اون مانتو بشه حالا که یه بچه بهم گفته بود دقیق نمیدونم اگه اون مانتو بشه ساخت واقعا میتونه آلچمی شغل پرسود باشه با ساختن اون مانت و فروختنش توی اکشن هوس یکی از که آلچمی دارم میارم بالا اینه و شغل دومم که جول کرافتینگ باشه که گفتم قرار بدم بره و تیلورینگ بگیرم چون با تیلورینگ میشه فارم پارچه کرد و هیروی منم میج خوب ای ای میزنه میتونم مثلی فارمای پارچه که تو کاتاکلیس کلاسیک هست با این هیروم انجام بدم پس وقتی که درویدم کارشو انجام دادم بعدش میام سراغ این میج این میج هم نه لولش 80 شده نه پرفشنالش لول اپ یعنی آماده نیست ولی به حال دو سه روز بیشتر وقت نمیگیرم که آمادهش کنم چون لولش 73 و, و شغلش هم که بچا تو یه روز اگه گلد داشته باشید میاد بالا منم گلد ذخیره کردم پس برنامه من اول درویدم بعدش هم این میج همین این میچ همین دوتا رو من برسم بیارم و با باشون بازی کنم خودش کلیه دیگه وقت نمیکنم به هیروی دیگه ای برسم چون واقعا من سرم شلوغ حتی میساف پانداری و ریمیکس هم میخواستم بازی کنم که واقعا وقت نکردم پس این از برنامه من آلچمی و تیلورینگ روی میچ و, و ماین روی درویدم من که ویدیوها رو لایک نمی کنم. پشمام. تو دیگه کی؟ آره من اونه که لایک و پاره می یک بحث خیلی مهمی که پیش میاد اونم اینه که خیلی الان هستن که هنوز بازی رو شروع نکردن هنوز لول اپ نکردن هنوز پروفشناشون رو آپ نکردن و سوالی که الان تو ذهنشونه اینه که آجی اگه الان من تازه شروع کنم و تازه شروع کنم لول آیا دیگه ارزش داره من که دیگه عقب افتادم دیگه کاتا اومد و هنوز رو لول اپ نکردم اگه تازه بیام تو بازی آیا ارزش داره یا نه خیلی عقب افتادم بچا باید بدونید که کاتا کالیس کلاسیک یکی دو سال قرار لانچ باشه یعنی دو یکی دو سال قراره که این بازی ادامه داشته باشه و شما حتی اگه الان وارد بازی بشی نه حتی اگه فردا وارد بازی بشی و از صفر شروع کنی لول بازم عضو اولین افرادی هستی که وارد این بازی شدی اوکی okay. پس به هیچ وجه دیر نیست درسته کسی که 20 روز پیش شروع کرده و تا الان هیروش آورده بالا و ورکاش آورده بالا یه قدم از شما جلوتره ولی بازم این واقعیت رو تغییر نمیده که کاتاکالیس کلاسیک که یک موقعیت درآمدزایی خیلی خفنه و حتی اگر از همین الان هم شروع کنید میتونید توش موفق بشید و بتری کنید شک نکنید این بازی قرار دو سال طول بکشه و شما اگر از فردا تازه وارد بازیشی بازم عضو اولین افرادی هستی که وارد این بازی شدی پس بدون هیچ شکی حالا حالاها ورود به این بازی ارزش زیادی داره پس شک نکنید آقا وقت و تلف نکنید هر چه سریعتر اگه قصد دارید وارد بازی شید وارد بازی و سریعتر لول کنید و گیراب کنید سلام محمد واجی گیم تایم هم داره تموم میشه دو روز بیشتر نمونده به نظر چه گویی بخوریم به نظرم چهار تا سابسکرایب کنی به نفته وقتش چادر رو سابسکرایب یه نکته ای که خود من قصد انتظار داشتم که بلیزارد انجام بده ولی انجام نداد و احتمال داره در روزهای آینده و هفته های آینده هر لحظه این تغییر اعمال بشه اونم در مورد ریلم هاست یک قرار بود که سرور های فرش و ریلم های فرش واسه بچه هایی که از صفر میخوان بیان تو بازی بده توی تی بی سی و لیچکینگ داد این سرور های فرش ولی توی کاتا سرور فرش نداده من این چیزی بود که مثلا واقعا تعجب برانگیز بود تا الان که خبری ازش نیست ولی احتمال داره در هفته های آینده بیاد یه نکته دیگه ای هم که زمزمه ازش بود بود که قرار بود رلم گرناس و فایر ما با هم ترکیب شن که اگه ترکیب میشدن به نظر من نظر گیم پلی خیلی خفن میشد ولی هنوز که بلیزارد حرفی در مورد ترکیب کردنشون نزده ولی در هفته های آینده بچه هم امکان داره که رلم ها با هم ترکیب بشن هم امکان داره که رلم فرشی و بلیزارد اضافه کنه پس منتظر این خبرها باشید واسه من خیلی عجیبه که همین الان بلیزارد این کارا رو نکرده طبق تجربه ما روی تی بی سی و لیچ کینگ احتمال داره که این اتفاقا بیفته شنیدم ویدیو رو آه همه ویدیو رو لایک کردم دستم خورده حتما دیسلایک زدم آقابتی کسایی که لایک نکنن همینه یه سری خبرام در مورد کاتا که سریم تیم با هم دیگه بخونیم یک در مورد ولور کپ ولور کپ بچا به 1600 ارتقا پیدا کرد یعنی کپ ولور الان 1600 و هر و هر هفته یه 200 300 تا به این ولورکپ ولور کپ اضافه میشه تا جایی که ولور کپ ما برسه به 4000 تا ولی در حال حاضر ولور کپ توی لید... حالا... کاتاکالیس پلاسی 1600 و به مرور زمان هی بیشتر میشه تا ما به ولور کپ 4000 تا برسیم بعد اون بچه ها میریم پترو داکس که یک پتیه که شما توسط شغل آرکولوژی میتونید بسازید تا الان اویبل نبود ولی از الان به بعد اویبل اگه شغل آرکولوژی دارید میتونید این پت پترو داکس رو برید بسازید و صفا کنید و حالش ببرید خبر بعدی در مورد آیتم های گلادیاتوری تو کاتاکالیس پلاستیک بچه‌ای که سنگین پی وی پی بازی میکنن و میخوان برن آیتم های گلادیاتوری تو کاتاکالیس پلاستیک بگیرن باید بدونید که توی کاتا دیگه آرنای دو به دو و آرنای 5 به 5 ریوارد نمیده رنک نمیده و شما نمیتوید با زدن آرنای 2 به 2 5 به 5 به مقام گلادیاتوری برسید و جایزه گلادیاتوری رو بگیرید تنها آرنایی که میشه توسطش به مقام گلادیاتوری رسید و جایزه گلادیاتوری رو گرفت آرنای 3 به 3 پس آرنای 2 به 2 و 5 به 5 بچا دیگه ارزش خاصی ندارن فقط آرنای 3 به 3 هست که ارزش داره خبر بعدی در مورد کیاس اورب کیاس اورب یک متریالی بود که باش بچا ها کرافتینگ های سطح بالا ساخته میشد این کیاس اورب تو اکشن هاوس شما میتونستید بفروشید ولی تغییری که کرده توی کاتایی که الان دارید نسبت به کاتایی که 12 سال پیش اومد کیاس اورب دیگه بی نیست و دیگه تو اکشن هاوس نمیشه فروختش هم خبر خوبیه هم خبر بد خبر خوب واسه اینه که خب کسی که بخواد کرافتینگ های سطح بالا رو بسازه خودش بعد بره سراغ فارم کیاس اورب و 100 درصد قیمت کرافتینگ های سطح بالا خیلی باله و واسه اون کسی که کرافتینگ رو میسازه سود خیلی زیادی میتونه داشته باشه نکته منفیش اینه که فارم کیاس اورب از بین رفته و خیلی سختتر شده ساختن این سری آیتم های کرافتینگ البته بچه‌ها مثل اینکه این تغییر موقت بعد گذشتن چند هفته کیاس اورب هم بی او ای میشه و توی اکشنوس میشه فروخت به نظرم خبر مهمی بود که جاش اینجا در مورد صحبت کنیم خبر بعدی در مورد رپوتیشن بچه ها همونطور که احتمالاً میدونید شما یه سری فکشن توی کاتادوری یه سری کلن ها توی کاتا هست و شما با این فکشن ها اگه رپوتیشنتون رو بیارید بالا و رو بیارید بالا میتونید یه سری آیتم ها از وندورش بخرید و این قسمت از ویدیو مخصوص بچههایی که خیلی هاردکورن و می‌خوان هیروشون رو فول بیایست کنن اینجا زده که برای مثال اگه شما درویدید و دروید هیلر هستید برای مثال ارسن رینگ فکشن مناسبی واسه شما نیست که بخوای باش رپوتیشن بگیری چون چیز خاصی واسه شما نداره ولی در ازاش اگه شما برای مثال با فکشن گاردین آف هایجال لول اپ بگیری یک آیتم خیلی خوب آیتم بی آیس واسه دروید هیلر اونجا خوابیده پس طبق این جدولی که این قسم از ورفت زده شما میتونید انتخاب کنید که اصلا با کدوم فکشن برید کوست بزنید و رپوتیشن بگیرید مخصوصا اون اولش که میخواید شروع کنید لول اپ بیتید بگید که خب آقا لول اپ از کجا شروع کنم کدوم کوستا رو بزنم کدوم کوستا رو نزنم با کدوم فکشن رپوتیشن رپوتیشن جمع کنم و با کدوم فکشن رو بیخیال شم رپوتیشن جمع کردنش اونجا اینجا کل هیروها و کل رولا رو زده که با کدوم فکشن باید رپوتیشن جمع کن البته بچه ها این بخش از ویدیو ها این بخش از ورفید واسه بچه هایی که میخوان فول بیایس کنن هیروشون رو و خیلی براشون مهمه که خیلی دقیق و هاردکور بازی کنن اگه صرفا میخوای بیای تو کاتا و فارم ساده انجام بدی اصلا این قضیه نباید برات مهم باشه لینک این قسمت تو دیسکریپشن تو توضیحات بیشتر میذارم که بتونید خیلی راحت ازش استفاده کنید یادتون نره که فردا حتما به لایو استریم من سر بزنید که برنده یک گیم تایم بشید چرا شما برنده خوشبختی بشید که گیم تایم دو مهره میبره منتظرتونه.